بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خیلی خوش آمدین عزیزان صنف هفتم به برنامه امروزی مکتب تمدن و درس های مضمون عربی شما عزیزا که درس 23 را خدمت شما ارائه کردیم و تمرینات درس را تا تمرین 3 با هم حل کردیم و ما تمرین 4 شما عزیزان که امروز از این تمرین را انشالله حل میکنیم تا آخر تمرین ها. التدریب الرابع، تمرین 4، استعمل الکلمات الاتیه فی جمل مفیده. استعمل فعل امر است، آخرش ساکن است، اما چون به الف و لام رسیده کسره گرفته. استعمل، استعمال کن به شکل امری معنا میکنین کلمات زیر را در جملات مفیده. حتما در خانه حل کردین دیگه شما عزیزان. پس برای مکسر چه جمله ساختین؟ البته با حفظ همین ظاهر همین فعل، یعنی فعلی که ماضی مفرد غائب هست. مکسر مثلا یک فاعل برش جور کنین، مکسر علیون فل مدینه، مثلا برعکس از روستا آمده بشه، مکسر علیون فل مدینه ایامن، مکس کرد یا توقف کرد علی در شهر روزهایی را. شاهده، مشاهده کرد. شاهده علیون فی المدینه بیوتن مرتفعتن، مشاهده کرد علی در شهر، چون از روستا آمده برش عجیب است، بیوت مرتفعه، آپارتمان ها و ساختمان های بسیار بلند را مشاهده کرد. رجع علیون بعد مدت الى القریه، و علی بعد از مدتی برگشت به روستای خودش. قریه تهو میتونیم بگیم به روستای خودش. و تمرین بعدی که از شما خواسته جمله بسازین اما با این سبک که دو فعل را با واو به همدیگه وصل کنی، یعنی دو جمله مرتبط با هم را بسازین. هات فعل امر است، بیاور. جملن جمله هایی را کما فعل مثال، مثل مثال که مستعملن واو که استعمال شده، کمک گرفته شده است که حرف واو. مثل ای که فتح حامد الکتاب، باز کرد یا گشود حامد کتاب را، و قرأت درس، به هم مرتبط است. میبینین باز کرد و سپس درس را خواند. شما با این دو فعلی که اینجا اشاره کرده داخل قوس جملات به هم مربوط را بسازین. مثلا قام علیون من مکانهی و کتبت درس و کتب رساله، بلند شد از جای خودش و نوشت چی را؟ رساله خود. دخل علیون فی المجلس و جلس قریب من امهی، نزدیک مادرش نشست. غسل علیون یدیه مصنص، درسته، دستانش را شست، علی دستانش را، و اکل الطعام، که شما میدانید که رعایت این نکته خیلی هم مستحب هست که قبل از خوردن طعام شما چی میکنین؟ دستهای خود را میشوره. سافر علیون الى القریه و مکف ایاما، درست است، مسافرت کرد علی به سوی قریه و توقف کرد، ماند اونجا یک تعداد روزهایی را. تمرین بعدی یک دقتی داره به این شکل که شما به جای مبتدای جمله اسمیتان زمیرش را که جانشین او هست انتخاب میکنین و قرار میتین. حامد مفرد مذکر غائب هست، چه زمیر به جایش آمده؟ هو. امر هم همچنان، امر هم مفرد مذکر غائب هست، چه زمیر به جای او میآید؟ هو. جواد همچنان، کاشف همچنان، و حمزه هم به مو شکل. اینها را معنا میکنیم. امر دخل، امر داخل شد، هو دخل، او داخل شد. جواد خارج شد، او خارج شد، هو خرج. کاشف که نام است، نجح، موفق شد، نجح به معنای موفقیت. حمزه نشست، او نشست. اما اینجا شما ببینید مبتدای ما دو نفر است، مصنع هستند، خالدون و عارفون ذهبا. به جای این شما دیگه هو رو نمیتونین استعمال بکنین، و جای این ضمیر مناسب او را باید استعمال بکنه که ضمیر مناسب او هما هست، هما ذهبا. امر و احمد، به جای این میگیم هما دخلا،
هما خرجا، هما نجحا و هما جلسا، که در جلسات قبلی شما آشنا شدین با این نکته فعل ماضی که صیغه دومش که مثنای مذکر غائب هست، نشانه فعل ماضی ما آی بود که در آخر صیغه اول قرار می گرفت. و اما تمرین بعدی از تدریب السابع الثروة اللغوية که از ذخیره لغویه آخر کتابتان قاموس نامه کتابتان حتما اینها را استخراج کردین. جالب است که ایران متصل کرده به محصولات وطن ما، یوزرع فی بلادنا، کشت می شود در سرزمین ما این چیزها. قمح در درس تمرینات هم داشتیم به معنای گندم، ذرت به معنای جواری، شعیر جو، فاصولیه که ما خودمان به زبان دری فاصولیه میگیم، بطاطس کچالو، طماطم رومی باینجان رومی، خیار کمو بادرنگ است که در بعضی لسانهای دیگه هم خیار گفته میشه، بصل پیاز، فلفل کمو مرچ است، سکر نیشکر، جزر زردک و ثوم. اینجا همزه میخورد، ثوم به معنای چی؟ سیر، درست است. و واجب المنزلی که تمرین آخر کتابتان هست که در خانه حتما حل کردین، گفته با توجه به متن درس علامت صحیح را در مقابل عبارتهای صحیح قرار بتین. دقت کنین، زع فعل امر، قرار بتین علامت صح امام الاجابات الصحیحة فی ما یلی. شما دیگه باید مسلط شده باشین که تعابیر سوالیه رو هم بتانین صحیح معنا کنین. قرار بته فعل امر چه چیزی را، این مفعول هست، علامت صحیح را که این هست امامه در مقابل اجابات به معنای جوابات صحیح، فی ما یلی در آنچه که می آید. خب شما معنا کنین، بعد متوجه میشین که با توجه به متن درس این گزینه صحیح هست یا غلط. ذهب عارف الى القريه لزياره اقاربه. چی میشه؟ رفت عارف به قریه به چه هدفی؟ به زیارت اقاربش؟ نه، شما که چنین هدفی را در متن کتاب نیاورده و پسی غلط است. میفهمین که به این منظور نرفته بود عارف، رفته بود که چند روزی لذت ببره و استفاده کنه از هوای زیبای قریه. عارف یحب المدینه لان جوها نظیف. ببینین ان بالای جمله اسمیه آمد، جب اسمش هست منصوب شد، نظیفون خبرش هست با اون شکل مرفوعی خودش که در ابتدا خبر ما مرفوع است با اون شکل باقی میماند. عارف دوست می‌دارد شهر را، مدینه به معنای شهر است، به خاطر اینکه هوایش پاک است. خیلی شما میفهمین که غلط است، چون هوای شهر به دلیل ازدحام جمعیت و بزرگی شهر هیچ وقت تمیز نیست به اندازه روستا. شاهد عارف فی القریه البحار والانهار. مشاهده کرد عارف در روستا دریاها و رودها را، که نه، این روستایی که رفته بود دیگه دریا نداشت، فقط مزارع سرسبز را دید و آبهای جاریه را دید، درست است؟ پس این سه گزینه هر سهشان تا الان چی هستن؟ غلط بودن و صحیح نبودن. بقی عارف فی القریه یوما واحدا، باقی ماند عارف در روستا یک روز یا ایامن، چند روز به تعبیر کتابتان ایامن آمده بود، درسته؟ پس این هم غلط هست. سمع هناک اصوات الاسد والذئب والثعلب، شنید در آنجا صداهای شیر، گرگ و روباه را. جنگل که نرفته بود، درسته؟ رفته بود قریه، و در قریه این قسم مسائل نیست که صداهای حیوانات وحشی رو بشنوه. بنابراین تمام گزینه های ما در واجب المنزلی غلط برآمد و هیچ گزینه ای علامت صحیح را شما نتونستید در مقابلش قرار بدین. و ما با توجه به وقتی که داریم یک جمله را ما خدمت شما تجزیه و ترکیب میکنیم، درست است؟ مثلا ذهب عارفون الى القريه لزياره
اقاربه. خب شما چه اعرابی به این کلمات در جمله میتین؟ اولا چون جمله شما با فعل شروع شده، جمله شما چی است؟ فعلیه است و فعل ما چون شماره یک است ا میگیره. عارفون مرفوع شده. چرا مرفوع شده؟ چون فاعل ذهبه هست و فاعل همیشه مرفوع هست. خب یک جمله هست که نیاز به مفعول نداره، رفت عارف. اما متعلقات دیگه کلام شما میفهمین که اله حرف چی است؟ جر هست. بنابراین اسم بعد از خودش را کسره میتن، مجرور میسازن. خب این میشه جار و مجرور. جار و مجرور یک جایی باید تعلق کنه. رفت به قریه، متعلق به ذهب است. لی هم شما میفهمین که حرف چی است؟ جر هست. بنابراین اسم بعد از خودش را چی میسازن؟ مجرور. درست است؟ لزیاره میشه جار و مجرور. اقارب اینجا چه اعرابی میگیره؟ اقارب هم کسره میگیره، اما دلیل کسرش این است که این مضافون الیه زیارت میشه. پس بنابراین لزیارت جار و مجرور و زیارت اقاربهی میشه مضاف و مضافون الیه، که مضافون الیه اعراب کسر مجروری میگیره، جر میشه. و هه هم که اینجا ضمیر است که علامه خاصی نمیگیره، علامهش مستتر هست. شما پس در این جمله فهمیدیم که جمله که با فعل شروع شود جمله فعلیه هست، شامل فعل، فاعل و مفعول میتونه باشه که اینجا ما مفعول را نداریم. و سایر متعلقات هم که جار و مجرورها بود که اینها هر کدام متعلقاتی داشتن و معنای جمله ما این میشه که رفت عارف به سوی قریه به خاطر زیارت خیشاوندانش. زیارت خیشاوندانش. به این شکل اگر انشاءالله فرصت باشه بعد از حل تمرینات جملات را با هم تجزیه و ترکیب میکنیم که شما حرکت های هر کلمه را با توجه به نقششان بتانین براحتی در جایش قرار بتین. این بود از درس امروز شما عزیزان و موفقیت تک تک شما آرزوی ما هست، شمایی که همراه خوب و صمیمی برنامه مکتب تمدن و مجموع درس های مضمون عربی هستین. تا دیدار بعدی شما رو به خدای پاک و منان می سپاریم. فی امان الله الی اللقاء مع السلامه.